اشکان، اول بپردازیم به همین جلسه پرجنجال کابینه اسرائیل، کابینه جنگ اسرائیل که قرار بود درباره حمله به جمهوری اسلامی توش رای گیری بشه، به نتیجه نرسید این رای گیری. چی میدونیم از جزئیات این جلسه؟ درسته شرار، قرار بود در این جلسه‌ای که 4 ساعت هم دیشب طول کشید درباره نحوه و زمان حمله به جمهوری اسلامی رای گیری بشه، در واقع نتیجه گیری بشه، یا اینکه تصمیم گیری نهایی در مورد این موضوع رو بر عهده شخص نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع بذارن. در هیچ کدام از موارد کابینه نتونست به نتیجه برسه، نه درباره نوع حمله و نه حاضر شدند که تصمیم گیری نهایی رو بر عهده نتانیاهو و گالانت بذارن. گزارش هایی که از داخل کابینه میاد، بعد گفت هیچ چیز رسمی معمولا از داخل کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل منتشر نمیشه، اما گزارش هایی که بیرون اومده حاکی از این هست که جلسه پر تنشی هم بوده. در جاهایی مثلا میری رگ وزیر راه اسرائیل با وزیر دفاع و معاون رئیس استاد کل ارتش در واقع وارد درگیری لفظی شده درباره همین موضوعات نوع واکنش و غیره. مهم این هست که در نهایت به نتیجه نرسیدند. آنچه رسانه ها دارن در مورد این موضوع میگن، یکیش این هست که به نظر میاد که کابینه قصد داره تصمیم نهایی رو دقیقاً خیلی در واقع از نظر زمانی بسیار نزدیک به خود اقدام، به خود حمله تصمیم نهایی رو بگیره، که احتمال در واقع درس کردن تصمیم یا هر چیزی رو به حداقل ممکن برسونه. و از طرف دیگه باید گفت که تایمز اسرائیل هم میگه که اسرائیل در واقع به گزارش اکسیوس اشاره کرد، میگه که اسرائیل مصممه که هر اقدامیش رو با آمریکا هماهنگ بکنه. اشکان، تو شرایطی که خب جنگ توی مرزهای شمالی اسرائیل در جریان با لبنان، واکنش ها هم به حد اعلای خودش رسیده، روزی نیست که راجع به احتمال واکنش اسرائیل به جمهوری اسلامی خبر نشنویم. نفتالی بنت هم یه سری اظهارات داشته درباره نوع این واکنش، از روز اول هم خیلی صحبت میکرد راجع به این موضوع. چی میدونیم راجع به نکته‌ای که نفتالی بنت بهش اشاره کرده؟ درسته، نفتالی بنت از سالها پیش در واقع اون تئوری اختاپوس رو مطرح کرد که جمهوری اسلامی سر اختاپوس ترور هست و در روزهای گذشته بسیار فعال بوده، چندین مصاحبه همین یکی دو روز گذشته داشته با رسانه‌های غربی، با بی بی سی، با اسکای نیوز و رسانه‌های دیگه. اول مثلا در مصاحبه‌ای که با اسکای نیوز داشته، نفتالی بنت خیلی مشخص تاکید کرد که او حساب مردم ایران، ملت ایران رو از رژیم جمهوری اسلامی جدا میکنه. یک توییتی هم دیشب نفتالی بنت کرد که نکته مهمی داشت، گفت که هر اقدامی که اسرائیل میخواد بکنه، استراتژی نهایی اسرائیل باید کمک به سرنگون کردن جمهوری اسلامی، یا به عبارتی که او گفته این باشه که رژیم ایران پیش از اینکه به سلاح اتمی دست پیدا کنه سرنگون بشه. او گفته که اقدام یا باید در واقع در راستای سرنگون شدن رژیم باشه، یا در راستای تسریع سرنگون شدن رژیم باشه، یا تأخیر انداختن در رسیدن به سلاح اتمی. اشکان صفایی همکارم از اورشلیم، ممنونم.